با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم، توماج صالحی، خواننده محبوب مردم، خواننده مشهور اعتراضی رپ که با موسیقیش و رپش صدای کودکان کار، صدای جنبش اعتراضی بر علیه رژیم اسلامی، صدای زحمتکشان و صدای کارگران بود با حکم اعدام که اخیراً رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده روبروز و جانش هر لحظه در خطره. در برنامه امروز ما در ارتباط با همین مسئله نظرات مهمانان برنامه امروز نسرین رمضان علی و علی جوادی رو جویا خواهیم شد. البته در به دنبال این مسئله در ارتباط با اول ماه مه صحبت خواهیم داشت، اول ماه مه که ما در آستانه اول ماه مه امسال هستیم، اول ماه مه که روز همبستگی و اتحاد کارگران جهان، روز اعتراض کارگران به تمامیت نظام سرمایه‌داری و کلیه مسائلی که این سیستم گریبانگیر انسانها و بشریت کرده. اول ماه مه روز اعتراض به نابرابری‌های موجوده، روز اعتراض به تبعیض علیه انسان هاست، روز اعتراض به موقعیتی که جامعه سرمایه‌داری برای زنان رقم زده، روز اعتراض به له شدن هر روزه حرمت انسان هاست و روز اعتراض به نفس وجودی سرمایه و سیستم بردگی کار مزدی است و همچنین اول ماه مه روزی است که طبقه کارگر با صدای بلند به بشریت و به دنیا میگه که اگه دنیا دست طبقه کارگر بود وضعیت دنیا به چه شکلی خواهد بود. مهمانان برنامه امروز همونجوری که گفتم نسرین رمضان علی و علی جوادی خواهند بود. با سلام به شما نسرین رمضان علی و با سلام به شما علی جوادی و با تشکر از این که در برنامه امروز تلویزیونی برای یک دنیای بهتر ما با شما هستیم. درودهای گرم هم به تقدیم شما بینندگان عزیز و همچنین علی جوادی میکنم. منم به شما و نسرین رمضان علی و همچنین بینندگان عزیز سلام گرم دارم. ممنون از هر دوی شما مهمانان گرامی برنامه امروز. نسرین رمضان علی، من سال اول رو با شما شروع میکنم. توماج صالحی، همونجوری که شما میدونین و همه جامعه میدونه و حتی صداش به جهان هم رفته که با حکم اعدام روبروه، راجع به این مسئله میخواستم نظر شما رو جویا بشم و اینکه رژیم جمهوری اسلامی چی شده که حکم اعدام رو که تازه توماج صالحی از زندان مدت زیادی نیست از زندان اومده بوده بیرون، حکم اعدام رو براش صادر کرده. هدف رژیم جمهوری اسلامی از این مسئله چی؟ بفرمایید. ببینید، من فکر میکنم توماج صالحی پرده در خود جامعه ایران زندگی میکرد و پرده از تمامی توحش و جنایات رژیم توی آهنگهاش ورداشته بود، بدون اینکه با اما اگر صحبت کنه یا لقمه رو دور سرش بچرخونه صد بار که بگه جمهوری اسلامی وسیله ناجوری به تن این جامعه هست، از فقر، از گرسنگی، از نقض حقوق کودکان، زنان، انسانها، کارگران، زحمتکشان صحبت میکرد و در واقع این حکومت رو به مصاف کشید. قاعدتا ما همیشه در هر جامعه با نسل جوانی روبرو هستیم که آهنگهای رپ معمولا آهنگهای اعتراضی هستند، خود به خود در ابعاد میلیونی جوانها گوش میکنن این آهنگ ها رو و این آهنگ هایی که توماج سرود میخوند و پخش میشد ابعاد میلیونی به خودش گرفته بود و جمهوری اسلامی از این نگران بود. اجازه بدید خیلی کوتاه بگم، من نمیخوام این دوتا رپر رو با هم مقایسه کنم چون قابل مقایسه نیستن. شما یکی رو ببینید مثل تتلو که میاد میگه رپ میخونم و در واقع احساس میکنه تمام کثافت اسلامی رو اون حکومت رو نمایندگی میکنه. و یا شاهین نجفی، بله، بله، شاهین نجفی، بله،
میگم و یا شاهین نجفی اونم رپره. برن زندان آزاد میشه با گل و نمیدونم فلان به استقبالش، خود همون جمهوری اسلامی میره. آقای رئیسی یه مدت هم که تو کمپین آقای رئیسی یه جنایتکار بوده. بنابراین جمهوری اسلامی از این زاویه ترس داره از توماچ ها. و نکته دیگه در خیزش خیزشی که در سال 1401 اتفاق افتاد، اون چیزی که خیلی ها بهش میگن جنبش زن زندگی آزادی، جنبش ژینا مهسا امینی، ولی یک واقعیت بود، جامعه به بیرون اومد و توماس صدای مردم، صدای همون معترضینی بود که توی خیابون بودن. جمهوری اسلامی آزادش نکرد، موقتا برای معالجه 12 روز بیرون بود که دوباره دستگیرش کردن و الان ماهاست مجددا در زندان هستش، زیر شکنجه بوده، زیر فشارهای زیادی بوده توماج. ولی همون مدت کوتاه هم که بیرون اومد سکوت نکرد و علیه این حکومت و حکومت رو به مساف طلبید. در واقع سمبولی شد توماج که دنیا صداش رو شنید، آهنگهاش رو شنید. جمهوری اسلامی توی این مقطع که چه در داخل ایران که ما شاهد اعتراضات در تمامی سطوح هستیم علیه این حکومت، چه در واقع توی دنیا هم نگاه بکنیم روابط بین المللی، جمهوری اسلامی تحت فشاره. به نظر من با این حکمی که هیچ کس انتظارش رو نداشت و حکمش قطعی شده بود، قرار بود 6 سال و چند ماهی در واقع توماج در زندان باشه، این حکم یهو تبدیل شد به حکم اعدام. میخواد جامعه رو مرعوب بکنه، که جامعه مرعوب نشد. میبینیم که در خیابان ها، کوچه ها اسم توماج نوشته میشه، عکساش چاپ میشه و در سراسر دنیا تو همین چند روزه ده ها تجمع در شهرها و کشورهای مختلف برای آزادی اون و لغو تمامی احکام اعدام سازماندهی شده و همچنان اعدام. بله، البته بگذاریم تو خود ایران هم با شعار نویسی ما روبرو هستیم، بنر تو جاهای مختلف زده میشه و افراد مختلف ازش دفاع میکنن توی سوشال میدیا، هم این رو بدون ترس و وحشت از این رژیم درند خوب دفاع میکنن از توماج صالحی. علی جوادی، شما وقتی خبر حکم اعدام توماج صالحی رو شنیدین، عکس العملتون چی بود و رژیم چه اهدافی رو از این حکم اعدام تعقیب میکنه؟ به نظرم شاید تو یک کلمه بشه گفت انزجار، نفرت، تأکید بر راهی که تا کنون اومدیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای برچیدن چوبه های دار، برای از بین بردن مقوله زندانی سیاسی و تمامی نابرابری ها و کثافتی که جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل کرده، نفرت. اما در این حال به این واقعیت هم باور عمیق داشتن که جمهوری اسلامی نمیتونه توماج ها رو اعدام بکنه، نمیتونه چنین غلطی رو بکنه، اونم تو همین شرایط. تعرض کرده، تیغ کثیف اسلام رو از رو بسته، در حکمش تجدید نظر کرده، عقب نشینی رو مشاهده کرده بود در اعتراضات جامعه یا بعضن فروکشی رو مشاهده کرده بود، بعد این تصمیم رو گرفت که به اصطلاح انتقام جویی کنه و سراغ سمبول های اعتراض و سمبول های نه به جمهوری اسلامی، نه به این کثافت اسلام، نه به کودک ستیزی، نه به زن ستیزی، نه به حقوق موقعیت فرودست کارگر در جامعه به اصطلاح تعرض بکنه. اما بر این باور عمیق هم هستم که نمیتونه چنین غلطی بکنه، چنین غلطی از پس جمهوری اسلامی بر نمیاد. ما اجازه نمیدیم، مردم اجازه نمیدن، آزادی خواهی اجازه نمیده، آزادی خواهی و برابری طلبی در سطح جامعه بشری اجازه نمیده و این مسئله تبدیل میشه به یک جدال به اصطلاح گسترده بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه نفس حکم شنیع اعدام در جامعه که هدفی جز مرعوب کردن، انتقام گیری نداره. اما جمهوری اسلامی در این عرصه شکست خواهد خورد. بر این باور عمیقی دارم.
ممنون از شما. مسئله رمضان علی در ارتباط با همین حکم اعدامی که رژیم در واقع صادر کرده، چطور جامعه میتونه رژیم رو به عقب بزنه و مانع از این جنایتی که داره میگه در حق کسی که صدای مردم بوده میخواد صورت بده، مانع از این مسئله بشه؟ یک واقعیت، جواب تعرض رو باید با تعرض داد. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که تعرض بکنه. اگه ما هفته اخیر رو نگاه بکنیم، تعرض به زنان رو سازمان داده تحت عنوان مسئله حفظ حجاب زنان. یه جا میبینید که داره حمله میکنه، تقابل مردم رو میبینیم با این نیروی سرکوبگر، در این حال که این ویدیو از داخل توی میدیای اجتماعی پخش میشه که یه جمع اوباش به یه زنی که تنها یه جایی دیدتش و میخواد جامعه رو مرغوب بکنه بهش حمله میکنه، در پاساژها، در میادین، در خیابونها زنان بدون حجاب و با مدرن ترین لباس ها دارن گردش میکنن. پاسخ تعرض، تعرضه در مقابل این حکمی که جمهوری اسلامی صادر کرده، به نظر من فقط سازماندهی و تعرض هستش میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب برونه. در مقابل زندان ها، در میادین، شما اشاره کردید، ما میبینیم که تو خیلی از شهرها عکسای توماج رو، شهرهای ایران منظورمه، عکسای توماج رو مردم بازنشر دادن، از روی پلا آویزان کردن روی دیوارها، میگن توماج فرزند مردم ایران، توماج باید آزاد بشه. یعنی همه جا میبینی که هشتگ توماج هستش. آیا این تعرض و این اقدامات تاکنونی کافی هستش؟ به نظر من کافی نیستش. مشاهده اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران در بخش‌های مختلف هستیم، شاهد اعتراضات پرستاران، شاهد اعتراضات مال باختگان، خانواده دادخواهان، خانواده زندانیان. به نظر من یکی از محوری ترین مطالبات، شعارها و تعرض باید لغو احکام اعدام و آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی باشه. اگه ما این تعرض رو سازمان ندیم، چه در خود ایران و در خارج کشور، من فکر میکنم همچنان این اعتراضات هست و فشار بر دولت هایی که همچنان با جمهوری جنایتکار اسلامی مماشات میکنن، این فشارها باید از جانب ما توی خارج کشور هم سازماندهی بشه. جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه و در نهایت به زیر کشیدن این حکومت میتونه پایانی باشه بر احکام اعدام. بله، علی جوادی، نظر شما چیه در رابطه به این مسئله؟ چطور میشه رژیم رو عقب زد و مانع از این حکمی که اعلام کرده بشه؟ باید تو دهنه سد. ببینید، به نظرم در درجه اول باید به جنبش اجتماعی مردم آزادی خواه و برابر طلب اتکه کرد. جنبش های اجتماعی که در جامعه در حال جریان هستند، نسرین رمضان علی به نمودهای مشخص اون اشاره کرد. این جنبش ها هستند که شیشه عمر جمهوری اسلامی رو در دست دارن. این جنبش ها هستند که خواست آزادی بدون قید و شرط و فوری توماج صالحی، تمامی زندانیان سیاسی، لغو تمامی احکام کثیف اعدام رو باید برجسته تر در اعتراضات و تجمعات و به اصطلاح میتینگ های خودشون مطرح بکنن. جامعه باید واکنش درخور خودش رو نسبت به این مسئله نشون بده و ما تلیه هاشو میبینیم، شعار نویسی ها، بنر آویزان کردن ها و غیره. و از اونجایی که داریم نزدیک میشیم راستش به اول ماه می، روز جهانی طبقه کارگر، به نظرم فعالین و پرچمداران مبارزه برای آزادی و برابری
و یک جامعه انسانی، یک حکومت کارگری باید در این حال پرچمدار مبارزه برای لغو اعدام و اعتراض به وضعیت توماج‌ها در جامعه باشند. این اعتراضات رو باید گسترش داد. در سطح دانشگاه‌ها باید شاهد این باشیم که اعتصابات تحصن‌هایی در این چارچوب صورت بگیره. در محیط‌های کاری باید شاهد این باشیم که کارگران مجامع عمومی رو تشکیل میدن و هر بهانه‌ای، بهانه اول ماه می، به بهانه به اصطلاح تلاش برای احقاق حقوق حقانه خودشون، مسئله افزایش دستمزد، مسئله شرایط کاری و غیره، و در این حال اعتراض به احکام اعدام، احکام زندانیان سیاسی و آزادی تمام زندانیان سیاسی. به نظرم جامعه اساسا باید این در اعتراض خودش رو بیان بکنه. در سطح خارج کشور هم ما شاهد برگزاری تجمعاتی هستیم. این تجمعات باید گسترده تر بشه، توده‌ای تر بشه. مسئله لغو مجازات اعدام و به زیر کشیدن حکومت مبتنی بر اعدام و همچنین لغو مقوله زندانی سیاسی باید در دستور قرار بگیره. اینطور نباشه که بگن اعدام در اینجا صلاح نیست، حالا شاید جای دیگه صلاح باشه، به دلایل دیگه صلاح باشه. اعدام اساساً، انتقام اعدام اساساً قتل عمد دولتی هست، یک جنایت آشکار دولته. و اگر جامعه ایران میخواد تعیین تکلیف بکنه با کل این وضعیت، با کل دستگاه اعدام، حکومت اعدام، رژیم اعدام، زندانهایی برای اعدام و غیره، باید تعیین تکلیف بکنه. به نظرم ما شاهد اعتراضات گسترده خواهیم بود. جمهوری اسلامی وادار به عقب نشینی خواهد شد. خب ما در آستانه اول ماه می هستیم، روز جهانی طبقه کارگر. نسیم و جا داره که اینجا اول ماه می روز جهانی طبقه کارگر رو به طبقه کارگر در ایران و سراسر دنیا تبریک بگیم. نسیم رمضان علی، به نظر شما اول ماه می اهمیتش چیه و ویژگی های اول ماه می چی هست در سطح جهانی؟ بفرمایید. اهمیت این روز چیه؟ دستاورد باید گفت که یکی از بزرگترین دستاوردهای طبقه کارگر بوده که این روز رو تحمیل کرده به حکومت‌ها، به کارفرماها که این روز تعطیل رسمی باشه و در این روز در واقع نمایشی از قدرت طبقه کارگر رو ما شاهد هستیم. شاید بهتر بگم اینجاها ما شاهد هستیم که در ابعاد میلیونی مردم به خیابون میان، مارش دارن، مطالباتشون، خواستاشون رو مطرح میکنن، گاهن به تنش و درگیری بین در واقع طبقه کارگر که اومده توی خیابون و دولت و پلیس و کارفرما از یه طرف دیگه که نمیخواد خواست طبقه کارگر رو تماماً که در واقع لغو استثمار و لغو کارمزدی هستش. ما تو این روز بیشتر شاهد این تقابلا هستیم. به نظر من بعد از فروپاشی دیوار شرق و غرب این تقابل رو توی غرب ما بیشتر میدونیم، بیشتر شاهدش هستیم. طبقه کارگر چه مسافهایی رو داره طی میکنه. خب قطعا نمیشه شرایط اینجا رو با شرایط ایران مقایسه کرد. در ایران تحت حاکمیت یکی از فاشیستترین و هارترین حکومت‌های قرن 21، حتی این روز روز تعطیلی نیست. حتی طبقه کارگر در ایران اجازه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر رو نداره که بیاد مارش‌هاش رو توی خیابون برگزار کنه، خواست‌ها و مطالباتش رو بگه. طبقه کارگر دستاوردش زیاد بوده و این روز قاعدتاً روزی بوده که بتونه این دستاوردها رو جشن بگیره. که میگم می‌بینیم که امروز بیشتر تقابل نیروی کار و سرمایه رو توی خیابون ها شاهدیم و به عیان هم اگه اینجا رو نگاه بکنیم، اتحادیه های زرد باید گفت که در خیلی موقع ها نگهبان منافع کارفرما و دولت هستن،
طبقه کارگر حتی اینا رو هم به مساف میکشن. در هر صورت به نظر من روز بسیار بزرگی و طبقه کارگر از هفته ها قبلش به استقبالش میره با سمینارها، با چیزهای در واقع کنفرانس های مختلف و سعی میکنن برای بهبود شرایط و برای در واقع به زیر کشیدن سرمایه تلاش های خودشون رو انجام بدن. من میگم موقعیت در ایران قطعا در ایران شرایط خیلی متفاوت داره، ولی با اون تفاوتی هم که توی ایران هستش ما شاهدیم که طبقه کارگر هر ساله به اشکال مختلف با قطعنامه ها با بیانیه ها در واقع به میدان اومده، خیلی مراسم های گسترده هم برگزار کردن، در این حال سرکوب شدن. ماها قبلش جمهوری اسلامی طبقه کارگر رو سعی کرده پیشرستی بکنه، احضار بکنه، دستگیر بکنه، نظر این مراسم ها برگزار بشه. منتها دیدیم که با مشت محکم این طبقه روبرو شده. بله علی جوادی، در ارتباط با همین مسئله خواستم نظر شما رو جویا بشم. اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر، اهمیت اول ماه مه چیه و ویژگیش؟ اجازه بدید منم به نوبه خودم اول ماه مه روز جهانی کارگران و روز همبستگی بین المللی کارگران رو به همه کارگران، به همه کسانی که برای برابری، آزادی و رهایی انسان تلاش میکنن، به شما، به نسیم رمضان علی، به همه تبریک بگم. اما وقتی که داشتم فکر میکردم شما این سوال مطرح میکردید که اهمیت اول ماه مه چیه، شاید راستش بشه اینطوری مطرح کرد که اول ماه مه یه دریچه‌ایه، یه روزیه، یه روزنه‌ایه که از این دریچه، از این روزنه میشه به نقش و جایگاه طبقه کارگر برای رهایی انسان، برای آزادی، برای برابری، برای یک جامعه‌ای که شایسته انسان باشه به اصطلاح نگاه کرد و تلاش و تحرک طبقه کارگر و پیام طبقه کارگر، کیفرخواست طبقه کارگر در این روز به هر حال پرچمیه برای یک چنین تغییری، یک چنین تغییرات بنیادی در جامعه‌ای که امروز بیش از هر زمان بهش نیازمند هستیم و بیش از هر زمان ضروریه که چنین تحول عظیمی صورت بگیره و بشریت بتونه آزاد بشه، رها بشه، سعادتمند بشه، خوشبخت بشه. اگر من و شما امروزه در هفته 40 ساعت کار میکنیم، مدیون تلاش طبقه کارگر هستیم. اگر من و شما و دیگران و تمامی توده مردم کارکن و زحمتکش در جهان معاصر از حقوقی برخوردار هستن، از تشکلی میتونن برخوردار باشن در برخی از جوامع، از به اصطلاح شرایطی برخوردار هستن که محیط کار رو به درجاتی ایمن کرده جلوی تجاوز و تعرض ضد انسانی سرمایه برای کسب سود بیشتر رو سد کرده که نابودی فیزیکی انسان کارکن رو به دنبال نداشته باشه، مدیون تلاش و تحرک فعالین و پیشروان و سوسیالیستا و طبقه کارگر هستیم. یعنی وقتی که نگاه میکنیم میگیم اهمیت اول ماه مه چیه، شاید نگاه میکنیم بگیم تو طول این 200 سالی که اومدیم جلو از عمر سرمایه داری میگذره، این طبقه کارگر تلاشهاش بوده، همبستگی بین المللیش بوده که تونسته شرایطی رو به سرمایه تحمیل بکنه که به یک درجه ای این زندگی رو، این شرایط مشقتبار رو قابل تحملتر بکنه و در این حال پرچمدار امید بشه، پرچمدار تغییر بشه، پرچمدار عدالت اجتماعی بشه که اگر کسی زندگی بهتری رو طلب میکنه، حق خودش میدونه، حق فرزندانش میدونه، حق جامعه بشری میدونه، چشم امیدش به تلاش و تحرک طبقه کارگر باید باشه، چرا که این طبقه است که تغییر باهاش گره خورده، این طبقه است که امید به یک دنیای بهتر بهش گره خورده، این طبقه است که به اصطلاح با پرچم خودش برای آزادی و برابری همگان و نه فقط خودش به میدون میاد، با آزادی خودش جامعه رو آزاد میکنه و پایانی میبخشه به تمامی ستمها، نابرابریها، عقب ماندگیها، استثمار در جامعه موجود، غیره و غیره.
اگر اهمیت اول ماه می رو میخوایم نگاه کنیم، شاید فرصتی باشه که به این تاریخ نگاه کنیم و نه فقط به تاریخ نگاه کنیم، بلکه همونطوری که اشاره کردم به آینده نگاه کنیم، به امید برای یک جامعه بهتر و انسانی نگاه بکنیم که قرار نیست وضعیت ما این باشه، از ابتدا این باشه بگن به اصطلاح همین خواهد بود. نه، تغییر میتونه صورت بگیره، یک زندگی بهتر به تلاش و تکاپوی طبقه کارگر و پیامش و کیفرخواستش گره خورد. اینه به نظرم اهمیت این روز رو برجسته میکنه. ولی ممکنه برخی که این صحبت های شما رو میشنون این سوال جلو شما قرار بدن که به دنیای کنونی الان نگاه بکنین، به این بربریتی که الان بشریت داره باش دست به گریبانه نگاه بکنین و میتونن این سوال جلوتون بذارن که شما به این تلاش های طبقه کارگر اشاره کردید و اینکه در مبارزش بر علیه سیستم میتونن این سوال جلوتون بذارن، خب شما این وضعیت کنونی رو چجوری توضیح میدید؟ ببینید، این وضعیت کنونی ناشی از تلاش همه جانبه طبقه سرمایه‌داری حاکم هستش برای به بند کشیده شدن بیشتر انسان‌ها، برای در بند نگه داشتن انسان‌ها، برای به اصطلاح سوداوری و استثمار همه جانبه انسان‌ها، برای حفظ مناسبات طبقاتی ضد انسانی در جامعه، برای اینکه یک اقلیت استثمارگر حاکم بر سرنوشت اکثریت توده کارکن در جامعه باشه، برای اینکه به اصطلاح محصولات و به نیاز چرخ‌های اقتصادی که تنها و تنها با تلاش توده کارگر که خلاق انرژی و به اصطلاح افزایش خلاقیت در جامعه هستش و تولید کننده تمامی مواهبی هستش که انسان ازش بهره مند میشه، حفظش میکنن، چه با ارتششون، چه با رسانه‌های اجتماعیشون، چه با مذهبشون، چه با دستگاه‌هایی که تولید خرافه و جهل میکنه و نابرابری رو حفظ میکنه. اگر ما این وضعیت موجود رو کماکان داریم به خاطر این تلاش‌های طبقه استثمارگر حاکم در دنیای معاصر هست، ولی قرار نیست اینطوری باشه، همیشه اینطوری نخواهد بود. دنیا تغییر میکنه، تلاش وجود داره، مبارزه طبقاتی وجود داره، طبقات اجتماعی وجود دارن، تخاصم وجود داره و جامعه این امید رو داره که بتونه یک روز خودش رو از شر و قید و بند مناسبات طبقاتی و مناسبات اجتماعی ناظر برش خلاص بکنه. این امید هم وجود داره در این حال و این امید زنده است. نسیم رمضان علی، شما در صحبتاتون به مراسم های اول ماه مه اشاره کردین، به تجمعات اول ماه مه نه صرفا در ایران، در کل دنیا اشاره کردین. در دنبال این نکته که مطرح کردین، این که کیفرخواست اول ماه مه، مراسم هایی که اول ماه مه برگزار میشه و یا راهپیمایی هایی که در سراسر جهان اونجایی که عملی هست برگزار میشه، کیفرخواست این طبقه در اول ماه مه چیه؟ من فکر میکنم که اگه بگیم این کیفرخواست چیه، این کیفرخواست در واقع مطالبات و خواستایی هستش که توی قطعنامه هاشون، تو دل این قطعنامه ها هستش. خواست و مطالبه طبقه کارگر برای یک زندگی در شأن انسان قرن 21. همینجا در آلمان ما همیشه شاهد تجمعات و مارش‌های بزرگی هستیم. از اینکه خواهان نابودی سرمایه‌داری کاپیتالیسم هستند، ما این شعارها رو می‌بینیم، تا اینکه مثلا یه تعداد از اتحادیه‌های کارگری اونها میان تظاهرات سازمان میدن و بیشتر اون خواست و مطالبه ای رو طرح میکنن، مثل افزایش دستمزدشون، مثل بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی، رفاه بیشتر در زندگی. به نظر من ولی اگه به هسته اصلی نگاه بکنیم و اون کارگری که نترسه از این که فردا اخراج بشه یا هر چیزی، هسته اصلی اون شعار نه به کاپیتالیسم هستش و شاید ما در دوره‌ای به عنوان صدای 99% یا میشنیدیم در اعتراضات که کیفرخواست نابودی کار برای در واقع سود
هستش. طبقه کارگر این رو نمیخواد، میخواد یک بار دنیا اومده زندگی بتونه بکنه راحت، نه اینکه از همون 3 سالگی یا شاید هم کمتر که مجبور بشه بذارنش مهد کودک تا سن 67 سالگی که وقتی بازنشست میشه توانی نداره که این دنیا رو حداقل ببینه. اون در واقع کیفرخواستیه که طبقه کارگر در روزهای جهانی کارگر و در مارش‌هاشون این پرچم رو علیه نظام سرمایه‌داری برافراشتن، چه در اینجا که آزاد هستش، تعدیل هستش، مراسم برگزار میشه، چه حتی در کشوری مثل ایران میبینیم که طبقه کارگر به اشکال مختلف همین شعار رو میده و خواهان یک زندگی مرفه، آزاد و برابر برای همه هستم. بله، همونجوری که از علی جوادی هم پرسیدم، برخی میتونن اینو مطرح بکنن، این چرا ما همچین وضعیتی روبرو هستیم در سطح جهانی؟ بفهم. ببینید، اون چیزی که هستش در واقع الان ما شاهد یه موضوعی هستیم، اونم این که چه در میدیای اجتماعی، چه رسانه های تلویزیون، رادیو، مدام دارن حکومت حکومت ها سیستم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی سرمایه رو تبلیغ میکنه. قرن هاست که داره این رو توی جامعه نهادینه میکنه. قرن هاست ما شاهد اینیم که همیشه یک طبقه، یک بخش استثمار شونده بوده از دوره بردهداری تا دنیای مدرن امروزیش که سرمایه داری یک بخش خیلی کوچیکی تمام ثروت رو داشته و بخش عظیم کار کردن که اون بخش کوچی همه چیز رو داشته باشن. و به نظر من انقلاب از کمون پاریس بگیریم، در واقع قرن 18 تا 1917 که انقلاب اکتبر، زمانی که نقد عمیقی که مارکس میکنه به جامعه و سیستم و ساختار سرمایه داری که چطوری زندگی انسانها رو تباه میکنه، چطوری بچه های ما باید استثمار بشن همونجور که من امروز دارم استثمار میشم، برنامه میریزم برای استثمار شدن انسانها و انسانی خوشحال خواهد شد اگه یک ماشین داره، اگه یک سقف رو سرش داره. حساب این رو نمیکنه که بخش زیادی از عمرش رو داره کار میکنه و از اون رفاه و از اون چیزی که خودش خالقش بوده با این دستاش داره سازمانش میده هر روزه و هر لحظه، نمیتونه بهره مند باشه. به نظر من از در واقع باید گفت که کل این قرنها که ما داریم ازش صحبت میکنیم و به خصوص ما بعد از انقلاب 1917 که دنیا رو تکون داد، شاهد این هستیم که علیه کمونیسم، علیه سوسیالیسم که علم رهایی بشر هستش، سرمایه‌داری داره با تمام توان و قدرتش علیهش می‌جنگه. و متاسفانه ما نیروهایی هم داریم که این نیروها به اصطلاح خودشون رو سوسیالیست میدونن، خودشون رو چپ میدونن، خود همینها در مقابل سوسیالیست های واقعی، کسایی که میخوان نظام و در واقع استثماری نباشه، دنیای عاری از ستم رو ایجاد بکنن، خود اینا یه بخش از خود سرمایه داری میشن و سرکوب میکنن. مسئله ترس سرمایه است از سوسیالیسم، ترس سرمایه است از جامعه‌ای که طبقات توش نیست، ترس سرمایه است از این که طبقه نمیخواد
استثمار بشه، میخواد زندگی بکنه و سرمایه برای بقای خودش از تمامی ابزارها، نژاد، مذهب، رنگ پوست، پرچم، مرد، از همه این چیزا استفاده میکنه، هویت به تراشه که در واقع رهایی طبقه کارگر از این زنجیر استثمار همچنان باقی بمونه و طبقه کارگر هم مبارزش ادامه داره برای رهایی از این زنجیر. بله، ممنون از شما. علی جوادی جامعه ایران خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است و رژیم توی وضعیتی به سر میبره که مردم هر لحظه میخوان از شر این رژیم خلاصی پیدا بکنن. به نظر شما چرا انقلاب کارگری مهمه و میتونه وضعیتی رو برای مردم به وجود بیاره که شایستهش هست؟ ببینید، ما در سطح جامعه بشری شاهد انقلابات متعددی بودیم. انقلاباتی که در به اصطلاح دهه سده گذشته در اروپا صورت گرفت، بعضن انقلاب حتی در ایران، انقلاب اسلامی، اون چیزی که بهش عنوان انقلاب اسلامی میگن، یا حتی انقلابهای به اصطلاح رنگین کمانی در برخی از کشورهای اروپای به اصطلاح شرقی و بلوک شرق و غیره. اما یه چیزی که متفاوته و ما توی جنبش خودمون برش تاکید داشتیم این است که انقلاب ما انقلاب متفاوتیه. انقلابیه برای نابودی علل اصلی نابرابری، ستم، استثمار در جامعه. و پرچمدار این انقلاب طبقه هستش که در تکاپوش، در تحرکش، در تلاشش برای دگرگون کردن این وضعیت عملا یک چنین مسائلی در صدر اولویت قرار میگیره. طبقه کارگری که اعلام میکنه که علت اصلی نابرابری های موجود، علت اصلی فقر و فلاکت در جامعه، علت اصلی شکاف طبقاتی، علت اصلی وجود کار کودک چنین شنی هستش، علت اصلی جنگ ها و نسل کشی هایی رو که شاهدش هستیم، طبقه حاکم سرمایداری، مناسبات ضد انسانی سرمایداری در جامعه بشری هست. و تنها و تنها یک طبقه، طبقه متخاصم سرمایه‌داری، طبقه اصلی جامعه میتونه پرچمدار انقلابی باشه و انقلابی رو در دستور قرار بده که این مناسبات ضد انسانی رو دگرگون بکنه و یک جامعه شایسته انسان پایریزی بکنه که انسان به محض متولد شدن از تمامی مواهب دنیای معاصر برخوردار باشه و به میزان تلاشش زمانی که به سن بلوغ میرسه سعی کنه که جامعه بشری به اصطلاح قدمی به جلو برداره و بتونه به اصطلاح به خودش برای بهبود زندگی خودش و دیگران تلاش بکنه. یه جامعه که بر مبنای سود سازمان داده نشده، بر مبنای استثمار سازمان داده نشده، بلکه متکی روی تعاون انسان ها. به این اعتبار انقلاب کارگری از پرچم اساسش، هدفش اساساً دگرگون کردن این مناسبات هست. اما موانع امروزش در مقابل سر راهش حکومت کثیف اسلام و حکومت کثیف سرمایه‌داری و مناسبات است. ما می‌خوایم حکومت اسلامی رو به زیر بکشیم. جامعه می‌خواد حکومت اسلامی رو به زیر بکشه. اما به زیر کشیدن حکومت اسلامی کافی نیست. باید در این حال مناسبات اقتصادی، مناسبات اجتماعی، نابرابری ها، شکاف طبقاتی، علت اصلی این وضعیت رو در این حال به زیر کشید و هم از حکومت اسلام خلع ایت کرد، هم از مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری خلع ایت کرد و دور جدیدی از زندگی بشری رو آغاز کرد که به اصطلاح تلاش انسان ها تلاشی نباشه برای سوداوری، تلاش سرمایه نباشه، بلکه تلاشی باشه برای رفع نیازمندی های جامعه بشری و بهبود روزمره و یک زندگی شایسته انسان. انقلاب کارگری اساساً یک چنین انقلابیه. انقلابی فقط برای کارگران نیست، بلکه انقلابیه که کارگر برای دگرگون کردن کل جامعه در دستور قرار میده و به اصطلاح میخواد زیر رو بکنه، یعنی صفتیه برای تحولات موجود، متمایزش میکنه
از کلیه انقلاباتی که در طول تاریخ صورت گرفته و یه پایانی میشه برای این مناسبات ضد انسانی سرمایه‌داری حاکم در جامعه کنونی. نسرین رمضان علی، جمال چراغ‌قیسی از چهره‌های سرشناس جنبش کارگری بوده که به خاطر سازماندهی و سخنرانی اول مه جمال 30 سال پیش اعدام شد. میراث این رهبر کارگری برای طبق کارگر چیه؟ و یه مقدار راجبش برامون صحبت کنید. بفرمایید. خب ببینید، در واقع باید گفت بعد از در دهه 60، ما داریم از دهه 60 صحبت میکنیم که دهه بود جمهوری اسلامی وسیعا همه جا دست به سرکوب، دست به دستگیری ها، اعدام های دست جمعی کرد. به خصوص تابستان 67 رو که در تمامی زندان ها جمهوری اسلامی شروع کرد به قلب و غم کردن هر کسی که در واقع صدای آزادی خواهیش، صدای برابری طلبی، صدای دیگه ای داشت، دستگیرش کرد و تلاش کرد تو زندان ها با اعدام های دست جمعی. و جنگ ایران و عراق به پایان رسیده بود، جامعه رو مرعوب بکنه. مردم بالاخره جنگی رو پشت سر گذاشته بودن، مردم خواهان رفاه بودن، خواهان زندگی بهتری بودن، بهبود بعد از اون شرایط جنگی. و اون خفقانی که جمهوری اسلامی تحمیل کرد بر جامعه، به نظر من به خاطر حضور نیروهای چپ و کمونیست و سوسیالیست تو شهرهای کردستان و نهادینه شدن سبک کار و کمونیسم توی اون جامعه، اولین اقدامی که توی اون دوره مخوف شکل گرفت برگزاری گسترده و باشکوه روز جهانی کارگر در شهر سنندج بود. چیزی که جمال، ما میدونیم جمهوری اسلامی خیلی رو اعدام کرده، بعض همیشه سر صدها هزار اعدام هستش، چه اونهایی که در زندانها، چه اونهایی که ربوده شدن، چه اونهایی که به اشکال مختلف جمهوری اسلامی در قتلهای زنجیری و یه دستاش توی جنایت. درست در اون سالها جمال چراغ‌قیسی یکی از سازمان دهندگان روز جهانی کارگر کمونیسم رو با خیلی زبان ساده برای هم طبقیاش تعریف میکنه. جمال چراغ‌قیسی با زبان بسیار ساده در میان کارگران از جنبش مجمع عمومی صحبت میکنه و براشون تعریف میکنه مجمع عمومی چیه، براشون تعریف میکنه قدرت طبقه کارگر کجاست و چطور میتونن از زنجیرهایی که به دست و پاشون بسته شده خودشون رو رها کنن. اونجا صحبت میکنه وعده و ایدهایی که از یه طرف دولت، از یه طرف کارفرما میدن و نباید به هیچ کدوم از اینا اعتماد کرد و چطور میتونن طبقه کارگر میتونه تشکلهای خودش رو درست کنه و متکی به مجمع عمومی باشه. این سخنرانی که جمال چراغ‌قیسی کرد خطر جدی برای جمهوری اسلامی بود و جمال چراغ‌قیسی رو جاودانه کرد. ما میدونیم که جمهوری اسلامی جنایت کم نکرد، ما شاهد مرگ اوسانلو در زندان بودیم، شاهرخ زمانی در زندان بودیم، محمد جراحی که تازه آزاد شد و ده ها و هزاران کارگر فعال بودن، سازمانده بودن، اما این جای
در واقع اون سخنرانی تاریخی جمال چراغ بیسی توی اون شرایط اون رو جاودانه کرده. معمولا در شهرهای کردستان هر موقع در آستانه روز جهانی کارگر هستیم، بار دیگر طبقه کارگر در شهرهای کردستان در ایران این سخنرانیش رو دوباره میخونن، مرور میکنن و در واقع میگم بیشتر درک میکنن. یا شاید خوبه بگم که یک رهبر، یک سازمانده کمونیست، یک انسان سوسیالیست، اگه بخواید آدم بخواد نشون بده، میگه جمال چراغ بیسی با محبوبیت و اتوریته و سازماندهی و سخنرانی که داشته میتونه یه همچین خصوصیت هایی داشته باشه. ممنون از شما. علی جوادی وقت زیادی البته نداریم. فراخوان و پیام طبقه کارگر برای اول ماه امسال به جامعه باید چی باشه؟ بفرمایید. به نظرم مهمترین پیامی که فعالین کارگری سوسیالیست میتونن در اول ماه می بدن این هستش که ما پرچمدار جامعه میخواییم باشیم، هستیم، که درش اثری از نابرابری نباشه، درش اثری از استثمار نباشه، درش اثری از زن ستیزی نباشه، درش اثری از استبداد نباشه، درش اثری از جهل و خرافه نباشه، درش اثری از فعال مایشایی دستگاه‌های مذهبی نباشه، مذهب در دولت آمیخته نشده باشه، در قوانین نفوذی نداشته باشه، امر حد اکثر خصوصی باشه، دست دستگاه کثیف مذهب از شؤونات زندگی اجتماعی کوتاه شده باشه و یه جامعه‌ای باشه که شایسته انسان هستش. و در این حال ما درگیر یک مساف عظیم اجتماعی هستیم برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و نه ای که باید به اصطلاح بر علیه وضعیت موجود داده بشه، نباید فقط تقلیل داده بشه به نه به شرایط به اصطلاح حکومت اسلامی حاکم، بلکه باید نه ای باشه که کلیت وضعیت موجود، کلیت کثافتی که امروز بر زندگی جامعه حاکم شده و تحمیل شده رو در بر بگیره، نه به زن ستیزی، نه به استبداد، نه به جهل و خرافه، نه به شکاف طبقاتی، نه به استثمار، نه به بیحقوقی انسانها، نه به لغو از بین بردن شادی و نشاط در جامعه و تمامی این ابعاد رو. و در این حال باید بتونه روی تأکید بذاره روی متشکل شدن، روی تشکل‌های در محیط کار، در محیط زندگی، که این تشکل‌ها کلید پیشروی هستند. تشکل‌هایی که در محیط کار تشکیل میشن، بر مبنای مجامع عمومی تشکیل میشن و به پرچمی برای آزادی و رهایی جامعه متکی میشن و این کانال هست که میتونه جامعه رو به جلو ببره. ببینید، ما در یکی دو سال گذشته شاهد تلاش‌های جریانات دست راستی، ارتجاعی، سلطنت طلب و غیره برای حقنه کردن آلترناتیو خودشون به جامعه بودیم، برای اینکه بتونند از قبل به اصطلاح پشتیبانی از دولت‌های دست راستی و ارتجاعی در کشورهای غربی آمریکا برخوردار باشند و یک آلترناتیو ارتجاعی دیگری رو به مردم حقنه کنند به جای جمهوری اسلامی یا در سازش با جناهایی از جمهوری اسلامی. مردم اینا رو به درجه عقب زدن، به شکست کشوندن پروژه‌شون. الان زمان اونه که پروژه‌ای که متکی هست بر آرمان‌های دیرینه مردم، یعنی آزادی، یعنی عدالت، یعنی برابری، یعنی مدرنیسم، یعنی سعادت، یعنی از بین بردن شکاف طبقاتی، این برجسته بشه. و تنها و تنها نیروی چنین خواسته و مطالباتی رو داره که طبقه کارگر، کمونیسم کارگریه که پرچمدار و بیان کننده این مطالبات و این کیفرخواست در جامعه هست. اگر اول ماه می علاوه بر اون چیزایی که به طور کلی و همیشگی در کلیه جوامع راجب ویژگی‌هاش، راجب اهمیتش، راجب خصلت طبقاتی فراکشوری، فراملی، فرامذهبی، فراجنسیتی، فراقومیتی صحبت میشه، امروز اهمیتی داشته باشه، اینه که ما در آستانه تحولات بزرگی در جامعه قرار داریم. جامعه میتونه آزاد بشه، جامعه میتونه خلاص بشه، جامعه میتونه جامعه دیگه‌ای رو، یک زندگی نوینی رو رقم بزنه. بله،
علی جوادی، نسرین رمضان علی، با تشکر بسیار زیاد از شما برای حضورتون در برنامه امروز. متشکرم. تشکر میکنم از شما برای دعوتتون. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو دارم. شب و روزتون خوش.